which would result in Afghanistan rejoining the community of nations. Now is the time for the Taliban to expand opportunity and security for its people. Women's organizations in Afghanistan must be consulted. The continued presence of ISIL and its activities in Afghanistan remains a matter of our concern. سلام و وقت بر شما بخیر. به مهمترین ها از یک با من ادریس فاروقی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته یک نشست ویژه در مورد افغانستان برگزار کرده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با نگرانی از بحران انسانی در افغانستان میگوید که مرکزهای بهداشتی، خدمات اجتماعی و آموزشی در افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارند و شمار از خانواده ها برای پیدا کردن نان مجبور شدند کودکانشان را به فروش برسانند. دبیر کل سازمان ملل از بازداشت خودسرانه فعالان حقوق بشر و فعالان زن به شدت ابراز نگرانی میکند و تاکید دارد از اینکه رویاهای دختران افغانستان از آنها گرفته میشود و یک تراژدی است. او از امارت اسلامی خواسته که به حقوق بشر احترام بگذارد و دروازه های تمام مکتب ها باید برای دانش آموزان پسر و دختر باز شود. همزمان دبرا لاینز نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری و اقتصادی افغانستان خواهان گفتگوها میان افغانان شد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر تاکید کرد. دبرا لاینز با نگرانی از ناپدید شدن به عنوان معترض گفته که هیچ کس نباید در ترس زندگی کند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان تاکید دارد که وضعیت جاری در افغانستان غیر قابل تحمل است. او تاکید دارد که سازمان ملل خواهان آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان و از میان برداشتن تحریم های وضع شده بر این کشور است. روی همین نشست بیشتر بحث میکنیم با بانو شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ. خانم بارکزی سلام و وقت بر شما بخیر، ممنون از اینکه فرصت گذاشتن. شما نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که شب گذشته در مورد افغانستان برگزار شد را حتما دنبال کردن. چگونه یافتن و چگونه ارزیابی کردن برگزاری نشست را؟ همانطور نشست در نفس خود و در ذات خود یک ضرورت بود، اما جدا توقع ما این بود که سازمان ملل متحد با زبان واضح تر و با تعهد بیشتر در مسائل افغانستان صحبت می کردن. آنچه که در افغانستان در رسانه ها خبرش پخش می شه و آنچه که جریان داره مالدار یک حقیقت این کار ناپذیر است. اما بر سازمان ملل متحد و دیگه مؤسسات بین المللی این جز الزام هست که اونا باید اقدامات جدی و لازم روی دست بگیرن. ما فکر می کنم تجربه که سازمان ملل متحد از چگونگی کار با طالبا داره فقط با پیشنهاد نمیشه معضل حل کرد. معضل افغانستان 35 میلیون نفوس در گروگان هست. چی گروگان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری بگیریم و چی همی گروگان در یک جغرافیای بگیریم که به شدت در حال منزوی شدن هست. ما فکر میکنم که جا داشت تا سازمان ملل متحد قاطعانه تر نسبت به قضایای افغانستان تصمیم میگرفتن و عملکردشان و سیاست پالیسیشان به شکل واضح بیان میکردن. درست. با باور شما اهمیت این نشست بر افغانستان چیست؟ آمدار هر نشستی که در مورد افغانستان و تعیین سرنوشت حقوق مردم افغانستان صورت میگیره نشست های مهمی است. اما تشویش همی است، نگرانی همی است که نشست ها باید یک برآمد درست داشته باشد. حداقل تاثیر ملموسی در زندگی مردم افغانستان داشته باشد. به گونه مثال سازمان ملل متحد در حال حاضر بیشتر از 1.5 میلیارد
کمک ها را به نام افغانستان در اختیار خود دارند و این کمک ها است که باید به شکل عاجل و فوری یک بخش از این کمک ها باید ماه قبل به افغانستان میرسید و یک بخش دیگه هم باید در جریان زمستان به مردم افغانستان برسه. ما میبینیم که هنوز هم این کمک ها به مردم افغانستان نرسیده و در ضمنش من فکر میکنم از لحاظ سیاسی هم ملل متحد نوعی از مسئولیت را داره، به دلیل اینکه حکومت قبلی هم وقتی که حضور داشت سازمان ملل متحد رابطه با طالبان داشت و سلسله تعهدات از اونا گرفته بود و این زمان جدا زمانی است که همه باید اقبال مردم افغانستان و عملکردشان در افغانستان پاسخگو باشند. درست فکر میکنین که آیا دیدگاه کشورهای جهان در مورد حکومت تازه افغانستان تغییر کرده؟ به هیچ عنوان من فکر نکنم که جهان آرام آرام داره دیدگاه خود تغییر میده. من فکر میکنم این سیاست ها و ضرورت هاست که بر اساس منافع کشورها دیدگاه از اونا را تغییر میده و این تغییر بسیار مقطعی میتونه باشه. اون قسم که مردم افغانستان باور نمیکرد که جهان اقامت 20 سال سرمایه گذاری کرد در افغانستان، به هزارها زندگی افغان و خارجی در افغانستان گرفته شد، به یک باره و یک شبه همه را بسپارند به دست گروهی که قبلا از اونا قدرت سیاسی رو گرفته بودن. من فکر میکنم منافع هست که امروز در جهان سیاست گپ میزنه و این منافع بی نهایت مقطعی است. با توجه به سخنان کشورهای جهان در نشست شورای امنیت، به باور شما حکومت تازه افغانستان چقدر با موضوعی به رسمیت شناختن فاصله داره؟ من فکر میکنم فاصله تا زمانی که اینام و اصلاحات لازم وارد نکنن، فاصله تا زمانی هست تا مشروعیت داخلی در داخل نظام کسب بشه، فاصله تا زمانی هست تا حقوق شهروندی من حیث یک اصل شناخته نشه، فاصله تا او زمان بیشتر میباشه تا تغییرات اساسی در ساختار حکومت یا کسایی که در قدرت هستن نبیان، این فاصله ادامه میابد. هرچند که بعضی ها به این باور هستن که حمایت از طالبا مخصوصا گروه اصلاح طلب طالبا شاید حل رای معزل افغانستان باشد، اما صرف نظر از اینکه من فکر نکنم که ما بتانیم با تقسیم کردن گروه ها و با حمایت از یکی و سرکوب دیگهش بتانیم رای حل بر افغانستان پیدا کنیم. این زمانی است که افغانستان تجربه یک متفاوت را نسبت به گذشته داره، یک کشوری که آرام آرام داره منزوی میشه، یک کشوری که دستاوردهایش از دست میده، یک ملتی که حقش ازش سلب میشه، یک کشوری که جایگاهش تضعیف میشه و در ضمن یک گروهی حاکمیت میکنه که فقدان هر نوع تجربه دیپلماسی و حاکمیت در جهان هستند. پس این بنان خودش به عنوان یک معضل مطرح میشه و من فکر میکنم زمان وقت از او رسیده که یک اداره عبوری متشکل از سازمان ملل متحد و گروه های سیاسی یا هم افراد کارکشته با تجربه متخصص در افغانستان به شکل عبوریش ساخته شود تا را مناسب بسازن و برابر بسازن به یک اداره که بتوانیم در افغانستان حداقل من حیث افغان ها در یک جغرافیا با یک هدف مشترک حفظ منافع ملی است زندگی کنیم. درست. یکی از بحثایی که ظاهرا در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر آن تاکید شد بحث بازداشت و همچنان ناپدید شدن معترضان زن در افغانستان بود. آیا فکر میکنید که جهان فشار لازم را بر آزادی بانوان معترض در افغانستان بالای امارت اسلامی در این نشست وارد کرده؟ فکر میکنم برام جای تعجب می است که چرا اونهایی که امروز مسئولیت تأمین امنیت شهروندایش باید داشته باشند صرف نظر از اینکه گذشتهشان چی است، عملکردشان چی است. طالبان من حیث گروهی که امروز باید مسئولیت تأمین امنیت شهروندان داشته باشد و تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی در افغانستان باشه، اینا نباید زمینه را فراهم کنند. برعکس متاسفانه خودشان هستند که آزادی ها را محدود میکنند، خودشان هستند که حق شهروندی را از دست مردم میگیرند و خودشان هستند که بالقوه اقدام میکنند. من فکر میکنم همچون اقدامات از هر لحاظی که شما بسنجین، از لحاظ دینی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ قانونی هیچ جایی نداره. ای کاش ما منتظر از این نمی بودیم که جهان صدای خود بلند میکرد. خود طالبان هم چون یک عمل کرده واقعا شرم‌آور را انجام نمیدادن. شما فکر نمیکنین که در شرایطی که افغانستان به سر میبره و با توجه به ذهنیت عام مردم در افغانستان به این شیوه بردن بانوانه که فقط صدای خود به خاطر عدالت بلند کردن واقعا شرم‌آور و واقعی آور است؟ آیا اینا اگر
خودشان درک نمی کنند که آزادی بیان یک اصل اسلامی است تا بیشتر از یک ارزش. یک اصل اسلامی را اینا زیر پای می کنند. و در ضمن بدون حکم محکمه چی جونه و چی قسم اینا خود اجازه می دن تا تمام اصول نقض کنند و افراد به شکل بسیار ددمنشانش با زندان بکشانند. در ضمن ما فکر میکنم پیام های جهان هم برای رهاییشان بود. ما فکر در تنها در رهایی مطرح نیست، در اینجا رهایی و ادامه ای روان ای مسلمت آمیزترین شیوه بیان خواسته های یک کتله از مردم که به عنوان یک حقیقت از زنان افغانستان در افغانستان هست. ما نگذاریم که وضعیت همیشه باید تشدد باشه، همیشه خشونت باشه، همیشه بربریت باشه، همیشه دیکتاتوری باشه. اجازه بدیم شهر و گپای خود بگویند. ما باید این سله صبر و حوصله را داشته باشیم که بشنوه. درست. بانو بارکزای، بانوان جنبندی برگزاری چنین نشست ها به باور شما به معنای چی است؟ آیا جهان با حاکمان تازه افغانستان تعامل خواهند کرد یا خیر؟ ما فکر میکنم در یک حد پایین اینا هنوز هم میخوان که با طالبا در همکاری باشن، اما نه به اندازه‌ای به رسمیت شناختن. اما اگر تغییری در عملکرد طالبا وارد نشه، ما فکر میکنم که بقا و عمر سیاسیشان بسیار به زودی به پایان میرسن. درست. بسیار تشکر بانو شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی، از اینکه روی خط اسکایپ وصل شدن. ادامه مهمترین ها. از سوی در نشست شورای امنیت سازمان ملل، چارچوب تعامل انتقالی نهایی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نهایی و اعلام شده است. بر اساس این سند، برنامه‌ریزی استراتژیک فراگیر و هماهنگی کار سازمان ملل برای کاهش رنج مردم افغانستان از طریق نجات جانها و حفظ خدمات ضروری تضمین می‌شود. این راهبرد گسترده به سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که افغان‌ها می‌توانند نیازهای اساسی انسانی خود را برآورده سازند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در این نشست با نگرانی جدی از بحران انسانی در افغانستان می‌گوید که بیش از نیم از مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. دبیر کل سازمان ملل خواستار تعلیق قوانین شد که عملیات امداد رسانی را در افغانستان محدود می کند. بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، حدود 8 میلیارد دلار مورد نیاز برای اجرای این چارچوب شامل 4.44 میلیارد دلاری است که بیش از این از طریق طرح واکنش بشردوستانه که در 11 جنوری آغاز شد درخواست شده بود. بیشتر بحث میکنیم با آقای طارق فرهادی، آگاه اقتصادی، روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. فرهادی صاحب، بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتن. جهان در یک چارچوب بر افغانستان کمک میکنه. به چی معنای چارچوب؟ چقدر میتونه افغانستان را از بحران انسانی نجات بده؟ سلام و احترام به شما و بینندگان عزیز میرسانم. فعلا اجالتا این کمک ضرورت است، به خاطر که تا وقتی که حکومت غنی سقوط نکرده بود به سبب فرارش، افغانستان همین مبلغ برش هر سال می رسید و بعد از این که رسیدن کمک تقریبا 8 میلیارد که 4.5 میلیاردش در وقت در بودجه می رسید و باقیش از راه نظامی خرج می شد، به هر صورت در اقتصاد تقریبا سال 8 میلیارد داخل می شد حداقل. درست. و این خشک شد و مردم هم بیکار شد، بانک ها زیر تعذیرات آمدن و مردم هم به پیسه خود دسترسی داشته نمیتونن و مشکلات اقتصادی تقریبا سر به سر زیاد شدن. حال چیزی که در حقیقت نارویجین کانسل و انجیو های بزرگ در ناروی و آی آر سی و اینا میخواین این است که امریکا تعذیرات بانکی را از روی افغانستان برداره، به خاطر که مثلا همی خود 4 میلیارد هم که اینا میخواین که در افغانستان مصرف کنن، این خو 4 میلیارد تقریبا ماه 300 و چند میلیون میشه. 300 و چند میلیون اینا چی رقم بیارن در افغانستان؟ مشکل شانیست وقتی که ما میبینیم که فعلا در تیاره میارن 30 میلیون 20 میلیونی مسئله را حل نمیکنه. مشکلی است که چون افغانستان زیر تعذیرات بانکی است، بانک‌ها در اروپا و امریکا هیچ نمی‌خواهند همراه افغانستان سر و کار داشته باشند. چرا؟ به خاطر که در سال‌های قبل وقتی که اینا همراه ایران و عراق سر و کار داشتند، زیر جریمه آمدند و جریمه بسیار هنگفته پرداختند به
وزارت مالی امریکا آله ایتا میخواین که در افغانستان سر کار داشته باشن. آله از او خاطر است که سرمنشی ملل متحد دیروز در شورای امنیت گفت که باید که تعزیرات حقوقی ورداشته شود برای از اینکه شود که این پول که دونرها آماده میکنن یا از صندوق اعتبار بانک جهانی میآید این از روی بانکی باید در افغانستان این بهتر میشه. امریکا تابال جواب مثبت نداده. امریکا در سیاست داخلی خود بند مانده که اگر بایدن نرمش نشان بده نسبت به افغانستان جمهوری خواها از یخنش میگیرند که اینا تو یک حکومت را کمک کرده که اونجا اعضایش سر در لیست ترور است و خود بایدن در ماه نوامبر در پارلمان خود در کانگرس انتخابات دارن، امکان داره که دموکرات ها سنا را ببازن. از او خاطر امرای افغانستان کل کارهای امریکا درباره افغانستان از در اسیر همین انتخابات ماه نوامبر امریکاست. درست فرانسه، کمک های بشردوستانه بر جهان اهمیت خاص داره، این کمک ها چقدر به مردم فقیر خواهد رسید، چقدر شفاف خواهد بود؟ اینجا یک مشکل کلان است. اولش خو ملل متحد دیروز اعلان کرده که یک پروگرام شروع میکنه به نام One UN، یعنی که میخواین که هماهنگی کنن بین ایجنسی های UN. این نشان میده که در 20 سال که اینا در افغانستان ملل متحد کار میکرده هماهنگ نبودن. تمام ایجنسی های مختلف UN که اگر IOM باشه، UNHCR باشه، WFP باشد، در بسیار مسائل اینا هماهنگ نیستن، همشان عین کار کوشش میکنن که بکنن و بسیار منابع ضایع میشه. مشکل دوم خودش هم نیست که خود ملل متحد هیچ حسابده نیست. نه با مردم افغانستان حسابده است که ما پیسر چند بود چی رقم مصرف کردیم و نه با باقی مردم جهان حسابده است، نه در افغانستان حسابده است نه در این جای. حسابدهی ملل متحد یک مشکل کلان است، یک داغ سیاه است در حقیقت که اینا حسابدهی ندارن. وقتی که رئیس سازمان غذایی دنیا جهان پیسه خواست از پیش ایلان ماسک، یک میلیاردر بزرگ امریکایی است، او گفت من پیسه میتونم هزار دفعه منتها باید تمی شما صورت حسابتان حساب رسانه‌ای بسازین که چی رقم مصرف میکنین. ملل متحد مصرفش فرق داره. من یک مثال خوب میتونم، یک مادر ما شما ببینیم، مادر همیشه اول طفل خود نان میته، طفلش که سیر شد باز اگه چیزی ماند خودش میخوره. ملل متحد اول غم خود میخوره، ارگان های خود برای خود موتر میخره، تیاره یپا، باز اگر چیز ماند باز بر مردم غریب میده. این یک مشکل کلان است. ملل متحد هیچ از افغان ها پرسان نکرده که پول چی رقم مصرف شده در افغانستان و یه خالیگاه کلان است و در حقیقت این را ما باید پیگیری کنیم. با تجربه که داریم از ملل متحد، با تجربه 20 ساله که داریم از این که در افغانستان چی رقم پول ها گم و دود شد بر اصطلاح، حتما بر مردم یک چیز میرسه و ما نمیگیم که نرسه، باید برسه، فورا برسه، بیشتر برسه، حسابدهی باشه و فهمیده شود که این پولهای هنگفته که به نام افغانستان جمع میشه ایران ملل متحد به چی شکل مصرف میکنه. درست فراد صاحب، های یونما میتونه مستقیم با مردم در تماس شوه؟ بله، یوناما هیچ مشکلی نداره که با مردم در تماس شوه و در حقیقت دیروز یکی از چیزهایی که دبرالاینس می گفت که ماموریت سیاسی یوناما هم باید دوباره یک ذره چالان شوه. اگر شما بایدتان باشه، یک آدم بود به نام ژان آرنو، او مقرر شد قبل از سقوط غنی یک چند ماه پیش که مذاکرات سیاسی را کمک کنه و اما اون وقت مذاکرات سیاسی بسیار دو قطبی بود، امریکا بود، غنی بود، طالبان بودن، سه قطبی بود، برای یو این اونقدر جای نبود و بعد از او بازو ژان مغنو بیخی مفقود الاثر شده و حال لازم است که خود یوناما یا ایست که یک نماینده خاص دیگه سرمنشی ملل متحد تعیین کنه برای از اینکه افغانستان در حقیقت به یک بازسازی سیاسی هم ضرورت داره. کلگی قبول کردن که متاسفانه سفر آقای متقی به اسلو
کامیاب نبود به این که مشروعیت کسب شود برای امارت اسلامی نشد و یا این که پول افغانستان واگذار شود به امارت اسلامی نشد. در حقیقت سفر اسلو خود طالبان میگن که سفر ما موفق بوده، اما قبل از سفر گفته بودن که ما میریم که در اونجا مذاکره کنیم که پول چطور آزاد شود، نشد. ما میریم مذاکره کنیم که مشروعیت به دست بیاریم، نشد. پس به این دو نقطه سفر موفق نبوده متاسفانه و در نتیجه افغانستان در یک کنج انزوا رانده میشه و از این خاطر است که خود ملل متحد هیچ از حکومت افغانستان پرسان نمیکنه که این پولا را که ما به نامتان گرفتیم در کجا مصرف کنیم، چطور مصرف کنیم، برنامه چیست، آیا برنامه بر یک سال است و بعد از یک سال اگر در اوکراین جنگ شود و کل دونرا برن طرف اوکراین ما افغانستان فراموش میکنیم، سال آینده چطور میشه؟ هیچ نوع گفتمان وجود نداره و ملل متحد سر به خود پیسه جمع میکنه و کوشش میکنه که مصرف کنه. بسیار تشکر آقای طارق فرهادی، آگاه اقتصادی از اینکه روی خط اسکای با ما بسر شدن. در ادامه هم همزمان نماینده بریتانیا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت که در مورد افغانستان برگزار شده تاکید دارد که جامعه جهانی تعهد امارت اسلامی برای باز کردن مکاتب دخترانه در سال جدید را به شدت زیر نظر دارد. جیمز کاریوکی معاون سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد تاکید کرد که پس از تسلط امارت اسلامی حقوق زنان به شدت معدود شده و بسیاری از زنان کار نمی توانند. نماینده بریتانیا همچنان حمایت خود را از تلاش های سازمان ملل و بانک جهانی برای یافتن راه حل های خلافانه و تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان اعلام کرد. از سوی نخست وزیر ناروی هم در این نشست از سرنوشت زنان ربوده شده به شدت ابراز نگرانی می کند. او تاکید دارد که امارت اسلامی مسئول ناپدید شدن فعالان حقوق زن است و آنها باید امنیت فعالان حقوق بشر در افغانستان را تضمین کند. نماینده ای امریکا در سازمان ملل هم میگوید که اگر امارت اسلامی پشتیبانی مردم افغانستان و جامعه بین المللی را میخواهد باید به آزادی های مدنی احترام نماید. او تاکید دارد که جامعه بین المللی باید به فشارهایش ادامه دهد و اوضاع را نظارت کند تا مطمئن شود که قول و عمل مسئولان امارت اسلامی یکیست. همزمان نمایندگان چین و روسیه در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل بر آزادی پشتوانه مالی افغانستان تاکید کردند. نماینده این دو کشور گفتند که افغانستان بدون دریافت منابع مالی لازم توان خروج از بحران بشری را ندارد. شبکه تلویزیونی العربیه انگلیسی گزارش داده که ایالات متحده به دیپلمات‌های افغانستان در واشنگتن اطلاع داده که سفارت افغانستان را در آن کشور می‌بندند. العربیه گزارش داده که امریکا تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در این کشور را تعطیل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، امریکا مسئولیت دیپلماتیک نمایندگی‌های سیاسی افغانستان را نیز سلب کرده است. شبکه العربیه اما به نقل از منابع در وزارت خارجه امریکا گزارش داده که تغییر در وضعیت مأموریت دیپلماتیک افغانستان در امریکا صورت نگرفته است. این در حال است که پیش از این شمار از رسانه ها گزارش دادند که حساب های بانکی سفارت افغانستان در امریکا بسته شده و این موضوع به دردسر برای دیپلمات های افغانستان در امریکا بدل شده است. آل هم مهمترین های از ورزش. یک دور رقابت‌های فوتسال در ولایت سمنگان به پایان رسید. این رقابت‌ها زیر نام جام آزادی و همدلی با حضور 12 تیم راه اندازی شده بود. در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم آسمان آبی با حساب 2-1 تیم آزادی را شکست داد و با عنوان قهرمانی مسابقات دست یافت. فوتسال بازان در سمنگان خواهان توجه بیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان برای رشد فوتسال در این ولایت هستند. بازی 2-1 به نفع آسمان آبی، آسمان آبی قهرمان جام همدلی فوتسال خوابان شد و آزادی نوین نایب قهرمان. 15 سال میشه که مشکلات داریم ما. 15 سال میشه صدای ما جوانا را در سمنگان هم کس نشونده. اگر مرکز رفتیم مرکز هم کس نشونده. بازم خوشحال هستیم که همین یک برنامه را مسئولای فوتسال ها میگیره برگزار میکنه. بسیار خوش هستیم. به این وضعیت حالت خرابی که همین مردم همین زحمتی که میکشه ما بسیار خوش هستیم. این رقابت ها به هدف رشد فوتسال در سمنگان و تشویق جوانان به ورزش راه اندازی شده بود.
پیتر شگرت هدایت تیم ملی فوتبال تاجیکستان را بر عهده گرفت. شگرت پیش از این تجربه حضور به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان و مالدیف را در کارنامه‌اش دارد. او تیم ملی فوتبال مالدیف را به عنوان قهرمانی رقابت‌های جنوب آسیا رساند. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.